من بکتاش آپتین احتمالاً در حالی که شما این ویدیو رو نگاه میکنید من و دوستان نازنینم در زندان هستیم. زندان اوین به خامت حال زندانی سیاسی بکتاش آپتین به دلیل عدم رسیدگی و تأخیر دشقیمان قضایی رژیم در اعزام وی به بیمارستان. زندانی سیاسی بکتاش آپتین به دلیل عدم رسیدگی و تأخیر دشقیمان قضایی رژیم در زندان اوین در اعزام او به بیمارستان در حالت کما به سر می برد. وی روز 14 آذر 1400 به دنبال وخامت حالش بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و پس از چندین روز تأخیر از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. بکتاش آپتین از روز 5 مهر ماه سال 1399 به اتهامات آخوندساخته تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده و به زندان اوین منتقل شد. خبرها حاکی است که این زندانی سیاسی از روز 11 دی ماه 1400 به دلیل وخامت حالش در وضعیت کمای مصنوعی قرار گرفته است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز پنج شنبه 16 دی ماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد مقاومت ایران رژیم آخوندی را مقصر مستقیم وخامت حال زندانی سیاسی بکتاش آپتین می‌داند که نه تنها در دوران پاندمی کرونا از آزادی موقت زندانیان خودداری کرد بلکه حتی در معالجه زندانیان مبتلا به کرونا و انتقال آنان به بیمارستان نیز مستمرن کارشکنی نمود. دشخیمان خامنه‌ای پس از بروز علائم ابتلا به کرونا و شدت بیماری در آقای آپتین که از مهر ماه 1399 در زندان به سر می‌برد تا چندین روز در انتقال او به بیمارستان تعلل و وقت کشی کردند. امریکا باعث بحرانی شدن وضعیت وی شده است. در 2 سال گذشته و از اولین هفته های بروز کرونا مقاومت ایران صدها بار خواستار آزادی موقت زندانیان در دوران کرونا شده است. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در 21 اسفند 98 تأکید کرد زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی باید فوراً و بدون هیچ گونه وثیقه و قید و شرط آزاد شوند و الا فاجعه کرونا در زندانها امان نخواهد داد. و در 7 فروردین 99 گفت این یک جنایت بزرگ علیه بشریت است که رژیم آخوندی از آزاد کردن زندانیان در دوران پاندمی کرونا خودداری می کند. وی بارها خواستار مداخله جامعه جهانی برای وادار کردن رژیم به آزادی زندانیان شده است. مقاومت ایران ضمن آرزوی بهبودی سریع برای آقای آپتین ملل متحد و ارگانهای زیربط را به اقدام فوری برای رفع هر گونه محدودیت در معالجه بکتاش آپتین فرا می‌خواند و بار دیگر خواستار اعزام یک هیئت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون وضعیت زندانهای ایران و فجایع ناشی از کرونا در میان زندانیان می‌باشد.